ولنتاینت مبارک باشه عزیزم. ولنتاین تو هم مبارک باشه عزیزم. ولنتاینت مبارک باشه. ولنتاینت مبارک باشه همسرم. ولنتاینت مبارک باشه عزیزم. ولنتاینت مبارک باشه مریم. چی شده؟ یکی تعقیبت کرده. چرا نگو کی بود؟ نظرت کی بود؟ به مصلحه بده. از مخت استفاده کن، بقیهش با خودم. یکی دیگه هم اینجا بود. گوچلو! اسلحه‌تو بنداز. خونه رو بگرد. داداش. خونه رو بگرد. به چه حقی سرتو میندازی پای میای تو خونه من ها؟ بندازش. زود باش. اگه تو میخوای بمون، این دوتا یا میرن یا خودشون میدونن. اوکتایی از کجا میشناسی؟ براش کار میکنی؟ فرن نگو، من کسی رو نمیشناسم، کارم نمیکنم. دادستان بوده، نوچهش آدرستو داده، نوچه کسی که نمیشناسیش. برو ازش بپرس، من از کجا باید بدونم؟ پرسیدم. اون شب اونا جونتو نجات دادن، هر کاری میکنین باید بهم بگی. گفتم نمیدونم. منو نگاه، تو چشام نگاه کن. اون مردی که روانی عشق منو دزدید پیداش میکنم. حالا هر چی میدونی بهم بگو، وگرنه تا یکیمون نمیره ولد نمی کنم. داداش فرار کرد. شما برین، نگران نباشین، من هستم. برچو بزن بریم. کوچلو وایسا. بیا اینجا ببینم. از اینجا رفت. تنها موندی. برای تو که خوب نشد. اسلحه تو بنداز. هرچی تو بخوای. اوکتای کجاست؟ نمیدونم. اگه منظورت اون شبه که اومدن یه چرت و پرتایی بهم گفتن و بعدش هم کسی رو ندیدم. داری دروغ میگی. بگیر بخواب. یه قولی بهت دادم، نمیذاری پاش بمونم؟ قولت برام اهمیتی نداره. اول دستگیرت میکنم. هر چقدر میخوای سکوت کن. بعد اوکتایو پیدا میکنم. جفتتون باید به سزای اعمالتون برسین. دستتو از جیبت در بیار، دراز بکش. برجو من روی تو اسلحه نمیکشم. یه ویدیو دارم، تو هم باید ببینیش.
حوصله دروغاتو ندارم. صادق یکم پیر شده، مثل قبلنا نیست. تو هم یه نگاهی بنداز. مرتی که تو که اوکتای نیستی. گفتم پیداش میکنم، الان فقط باید برم بگیرمش، میفهمی؟ خودم میرم. جوش رو به هم بگو. فکر کردی اجازه میدم؟ بسه بسه، به من بگو الان کجاست. من نمیذارم یه بار دیگه بهت آسیب بزنه. منو ول کن، قاتل بچه‌مونو برات میارم. قاتل اون خودتی. جنازه اون آشغال برات میارم، وسط کلانتری جلوت میندازم، بعدش هم نه فرار میکنم نه قایم میشم. هر کاری خواستی میتونی با هم بکنی. تو خبر داری اکتای کجاست؟ من فقط میخوام انتقاممو بگیرم. اگه بفهمم داری با اون هم کاری میکنی، اولین جایی که دیدمت میکشمت. با این منو بزن، یه جور بزن که بیهوشم. ترنگو، نمیتونم این کارو بکنم. اگه میخوای ولت کنم، اگه میخوای انتقام بگیری، باید بزنی. نمیتونم، منم اینجوری نمیذارم بری. لطفاً. به خاطر اون میخوای؟ اون پسره؟ چون اگه باز ولم کنی میترسی تو روت نگاه نکنه. آره؟ حرف نزن، کاری که گفتم و بکن. از وقتی فهمیدم بی صبرانه منتظرم آشنا بشی. کاش همون اول که اومدی میگفتی خواهرشی. خودت هم میدونی که الان عکس العمل خوبی نشون نمیده. بعد اتفاقات اخیر باهات موافقم. برای همین اول اومدم پیش تو. اشتباه کردی. اونم بدجور. آخه خالم به هم دروغ گفت. اولش فکر میکردم شاید منو آورده اینجا که بعد اون بی خونواده نمونم. یعنی چی بعد اون؟ منظور چیه؟ داره میمیره. چیه ناراحت شدی؟ تو هم خیلی عجیبی. به خاطر اون کلی بلا سرت اومد. فکر کنم داداشم به خاطر همین چیزه عاشقته. برای چی اومده پیش من؟ مغازه رو میگم. خالم میخواست تو رو تحت نظرش داشته باشه. تو میدونستی اوکتای سینت هست؟ درسته. مریم متاسفم. به خاطر اتفاقایی که برات افتاد واقعا متاسفم. ما اشتباه بزرگی کردی. حالا دیگه از دست من فرار میکنی؟ آره؟ من که من چی کار کردم؟ ساکت شو. بارجو همین بغل وایسا. چشماتو باز کن، اومدم. بارجو بارجو، حالت خوبه؟ چت شده؟ خدا رو شکر جدی نیست، سرش ضربه خورده. چشماتو باز کن بارجو، اومدم. گازش رو بگیر زود. چه میدونم، جایی هم ندارم. مامانم تو کلانتریه.
کل پولم دست مامانم. بدون پولم که نمیشه فرمکم. حرکت کن. زیاد به خودت فشار نگیر. رارو فشار نگیر. حالت خوبه؟ آره خوبم، چیزی نیست. یعنی چی خوبم؟ سرتو ندیدی؟ بیخیال، چیزی نیست. استخوناشو خورد میکنه. تونستی چیزی بفهمی؟ با اکتای کار میکنه؟ کارم کنه جاشو نمیدونه. دروغ میگه بیشرف. شاید اکتای زنگ زده باشه اما نمیدونه. اگه میدونست میگفت. داره سعی میکنه من ببخشمش. اینجوری؟ غیر ممکنه کار اون باشه. دست به زن داداشم نمیزنه، باور کنین. چه زن داداشی؟ جواب بده، بگو کجا رفته. نمیدونم. گوچلو بسه، میبریمش کلانتری. خوب گوش کن، اول اون اکتای بیشرف رو پیدا کنم، بعد کار و زندگیمو ول میکنم میفتم دنبال داداشت. ببین بلیز، منم با اکتای حرفم شده، به هم اعتماد نمی کنه، جاشو نمیگه. این همه وقت کجا قایمش کرده بودین؟ مخفی کاش لو رفته. اون همیشه یه نقشه دومی داره، اول فکر میکنه چطوری خودشو نجات بده. ببین من واقعا نمیدونم کجاست، حال مادرم خوب نیست، بذار برم کمکش کنم. داره بمیره. میمیره به جهنم. داداشم به خاطر مامانت مرد، اون برکو وارد این بازی کرد. آفرین دورین، برای اولین بار به یه درد خوردی، خوب شد نشونم دادی. چی شد دردت گرفت؟ دردی که من کشیدم هزاران برابر درد توه. خواهش میکنم مریم، من به جز تو کسی رو ندارم که به هم کمک کنه. کمک میکنم اما فقط به خاطر ساواش. کاش اینجوری نمیشد، کاش زمان به عقب برمیگشت. معذرت میخوام. معذرت خواهی تو قبول نمی کنم. من خیلی پشیمونم، نباید دخالت میکردم، میدونم کارم اشتباه بود اما من به جز خالم کسی رو تو زندگیم نداشتم. اونم ازم سوء استفاده کرد، برای همین از دستش عصبانیه. همه چیز میتونست قشنگتر باشه. شاید داداشم ازم متنفره، مخصوصا بعد کاری که با تو کردم. من چطوری باید بهش بگم؟ بعد اتفاقی که برات افتاد چجوری بگم خواهرشم؟ نمیگه همچین خواهری نباشه بهتره؟ خدایا چرا تمومی نداره؟ خواهش میکنم. چی؟ حق ندارم نگران باشم؟ چیز نگران کننده نیست. خیر باشه. منم میام کلانتری. راستی یه چیزی، داداشم از مریم خواستگاری کرده. برجو شنیدی؟ چی گفتی؟ انگار سرت بد ضرب دیده. میگم ساواش از مریم خواستگاری کرده. آدم یه لبخند میزنه خوشحال میشه. آخه این چیزا هر روز که اتفاق نمیافتن. جانم کوکسال، بازم؟ آخه چی بهتون بگم؟ یعنی شما عرضه یه کارو ندارین؟ باز چی شده؟ اردال از بیمارستان فرار کرده. چی؟ چطوری؟ رضا خان، کلید این خونه رو فقط خودم دارم. خب اکتای آدرسو بلده. از این میسوزم، اولین روزی که برگشتم سر کار رفتم برای بازجویی. وای 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 وای، عجب میزی چیدی، همه چی تکمیله. آخیش، عافیت باشه قربان. خیلی ممنون آقا رضا، سلامت باشی. با اردال خان،
میبینم که حسابی تیپ زدین. کت و شلوار برای چیه؟ خب روز ورنتاینه، گفتم تورین منو هپری نبینه. خیلی جنتلمنی قربان. قربونت. تو هم بشین با ما صبحونه بخور. بشین. خبری از دادستان نشده؟ نه، اما عالم آدم دنبالشون. اونم حتما دنبال بچه ها میگرده. عیف شد، کاش فراری نبودم پیداش میکردم. به به، تورین داره میاد، یه چند ساعتی بریم بیرون. دیگه چی؟ مگه داری از رفیقت کلید میگیری اردال خان؟ این خونه رو خودم بهت دادم، یه جورایی صاحبشم. چی میگی واسه خودت؟ خب من تو این هوای سرد با رضا کجا میخوام برم ها؟ روز ورنتاینه ها، خبر نداری؟ دوست دختر داری؟ نه، آخه کدوم دختری با تو دوست میشه؟ پس چی کار میکنی؟ مزاحم یه زوج عاشق نمیشی؟ تخت نرد بزنی؟ گیری کردیم و حوضع ما رو تو رو خدا. اصلا معلوم نیست اینجا خونه، سلول، زندان قسمت آقایونه. ای بابا، شرطی میزنی هست؟ بریم. اول بخور. ممنونم. داداشمه، ببخشید، من نمیخواستم جواب بدم. سواش، ببخشید نمیتونستم گوشی رو بردارم. داری میای اینجا؟ چطور مگه؟ نه ترس، چیزی نیست. اومدی حرف میزنی، میبوسمت. پس کو؟ اول بیا. زود باش. میشنوم گوچلو. داداش بابات فرار کرده. چی؟ نمیتونن بگیرنش، همش در میره. یه چیزی بهت بگم، به نظرم این تعتاقاریه بیشتر از همه به بابامون رفته. نگاه، تو این شرایط هم به دنیا میاد. یعنی این تو میگی بچه پسر میشه؟ یه جورایی حس میکنم. راستی امروز 14 فوریه است، میدونی؟ خبر که دارم. اما 14 فوریه برای ما مفهومی نداره. سعیتو بکن. شاید جواب داد. باید یه کاری کنی، از من گفتم بود تا 2 ساعت دیگه محضر میبینمت. باشه، یه کاریش میکنیم. فعلا خدافظ. چه خبرته؟ مردم دیگه به بزرگتر احترام نمیذارن اصلا. تو باغچه‌مون 2 تا بسته است، یکی جای قبلی درخت لیمو چال شده، یکم تو حفره دیوار. جفتشو بده به دوری، بهش بگو بیاره تو کلبه شیله. جواب بده، بذار رو بلنگو بشنوم. سلام نورتن خانم. الو، بلند شو بیا پیش من، باهات کار دارم. بپا کسی تعقیبت نکنه ها، از در پشتی بیا تو. باشه بشی. دور بزن دیگه. اگه منو نخواد چی؟ شاید منو نبخشه. اون دل مهربونی داره، فکرشم نمیتونی بکنی. حتی منم بخشید. چیه؟ چیزی شده؟
آروم باش. خب برای چی اومدی اینجا؟ یاسمین میخواد یه چیزی رو بهت بگه سواش، یه چیز خیلی مهم. یاسمین؟ پس اون یاسمین چی شد؟ نقشه جدیدتونه؟ اون رئیست تو مخفیگاه اوکتای فیلم بازی میکرداره که دورین حرف نزنه. باز دنبال چی میگرده؟ سواش قول دادی حرفشو گوش کنی. قضیه چیه مریم؟ من اومدم ترکیه که با هم دیگه آشنا بشیم. سوزان خانوم رئیس من نیست، خالمه. یاسمین دختر آیل خانومه. یعنی تو؟ درست متوجه شدم؟ من دختر اردال سارگونه. یعنی خواهر تو. بفرمایین کمیسر. کی فرستاده؟ راستشو بخواید نگاه نکردم، اما انگار برای ولنتاینه. حالا چرا میخندی؟ برای زنت گل گرفتی؟ فکر نکنم، به قیافت که نمیخوره. چقدر تو خولی. چند وقته اینو میدونی؟ 8 سالی میشه. پس تو خواهر منی، درسته؟ ما خواهر برادریم. من میخواستم زودتر اینو بهت بگم، اما خالم به هم گفت باید صبر کنم. صبر کنی؟ برای چی میخواستی صبر کنی؟ خونمونو ازمون گرفت، به پدرم تهمت قتل زد، تازه اوکتایی هم فراری داد. ادامهش هم بگم؟ اون فقط میخواست انتقامشو بگیره. من خیلی دیر فهمیدم. نمیخوای چیزی بهم بگی؟ ببینم این همه وقت کجا بودی؟ وقتی اون بیشرف و مرده جا زدین و اومد مریم و دزدید کجا بودی؟ سواش من معذرت میخوام، متاسفم. تو اتاقشه؟ مگه تو اینو نفرستادی؟ بدش من ببینم. چی کار داری میکنی گوچلو؟ دلم میخواد دستی که باش تو رو زدم و بندازم بره. معذرت میخوام خانم. بیشور بازی در آورده. یعنی اکثر عملت فقط همینه؟ بیشور بازی در آورده؟ عجب بیشوریه. طرف زده سرتو داغون کرده. من نمیفهمم انتظار داری الان چی کار کنم؟ چیه؟ نکنه از این که برات گل فرستاده خوشت اومد. هر تو بلا نگو، حرف دهنتو بفهم. دعا کنه گیرش نگیرم. ولنتاینت مبارک باشه.
وقتی عزیزانم اذیت میشن نمیتونم ببخشم. اول فکر میکردم مثل یه بازی، اما بعد کار اوکتای خیلی پشیمون شدم. حق داری عصبانی بشی. تو بدون خانواده بزرگ شدی، تک و تنها بودی. ما ازت خبر نداشتیم، اما تو میدونستی. من از دست بابام عصبی شدم، از دست خودم، از این زندگی که تنهات گذاشته عصبانی شدم، نه از دست تو. تقصیر تو نبود. هیچ کس خانوادش رو خودش انتخاب نمی کنه. فکر کنم برای اولی باره که خوشحالم. با همه آشنا میشی. بله میشنوم. چی؟ که این اتفاق افتاده؟ چی شده؟ خب خالمو بردن بیمارستان. برو پیشش. اگه خبری از اوکتای به هم رسید فوراً بهتون میگم. ازش فاصله بگیری خیالم راحت تره. سواش باباتم باید اینو بدونه. پیداش کنم میگم. منظورت چیه؟ بازم فرار کرده. با کمک کی؟ تولین. دیدم ناز پرت و پلا میگه، فهمیدم. سعی کرده انکار کنه، اما شاید بابام نمیخواسته بگه. پس تو امروز پیش پدرت نرفتی؟ ساواش. خواهش میکنم دنبالش نرو. نمیخوام دوباره از دستت بدم. به هم قول بده نرو. باشه. باش، قول میدم. ببین، یه لحظه آسایش نداریم، حتی یه لحظه. آخه این چه زندگیه دیگه؟ پس من یه ساعت بهت مرخصی میدم. یه ساعت همه چیزو میذاری کنار، البته به جز من. چیه؟ سویچ ماشینو بده. سورپرایز ولنتاینه. بیا بریم. یه لحظه وایسا ببینم تو اینجا رو از کجا بلدی؟ تو این خونه به دنیا اومدی. بیا ببینم. خب ساواش کوچولو رو این تاب بازی میکرده؟ باورم نمیشه. کوچولو به هم گفت بهترین روزای بچگیت اینجا گذشته.
هنوزم اینجاست. باورم نمیشه. هنوزم اینجاست. فکر کردی فقط خودت قایم میکنی؟ همش هست. همش. ببین همین سربازه توی؟ این ماشین من بود. کارت فوتبالیم هم هست. اینا رو هم برنده شدم. از کی؟ گوشتو خان. وقتی میباخت دیوونه میشد. دوست داری بری داخل؟ صابخونه کیه؟ میشناسمش. بیا بریم. بیا. مریم چی کار میکنه؟ ببینیم کسی تو خونه است یا نه. تو قبلا اومدی اینجا نه؟ مریم چی کار میکنه؟ ساباش آروم باش. انگار کسی نیست. مریم خول نشو بیا ببین. عکس صاحب خونه است. یعنی چی؟ یادت گفتی دنبال خونه میگردی؟ منم به گوچلو گفتم. اینجام خالی بود. گفتم بگیرمش. وای تو. تو دیگه کی هستی؟ دکوراسیونشو چطوری چیدی؟ گوچلو کمکم کرد. حق باز. اصلا نذاش بو ببرم. گفتم بین این همه کار برای این وقت نذاری. خیلی خوبه یه نفر همیشه به فکرت باشه. راستش میخوام خونه رو نشونت بدم اما فکر کنم خودت بلدی. دوست داری من نشونت بدم؟ بیا اینجا. اینجا؟ اینجا هم اتاق جدید ماست. خوشت اومد؟ خیلی. پس اینم بذاریم اینجا. خوبه. ولنتاینت مبارک باشه عزیزم. ولنتاین تو هم مبارک باشه عزیزم. ساواش سارگون، مریم آکچا. هیچ مشکلی برای ازدواجشون نیست. باید تشریف بیارن، امضاشون رو بزنن و وقت بگیرن. فقط عجله کنن. میدونین که امروز روز ولنتاینه و شلوغ میشه. حق با شماست. فقط اگه ممکنه یه سوال دیگه هم ازتون داشتم. البته. چیزه، این رفیق من میخواد ببینه با دوست دخترش، یعنی دختری که دوستش داره، میتونن ازدواج کنن یا نه. آخه دختره از قبلش یه چیزه، یه مشکل قانونی داشته. شما کد ملشونو بلدی؟ بله. بذارین براتون بنویسم. بفرم. این پسره برادر دوقلوتونه؟ انگار دختره قبلا ازدواج کرده. آره، یه اشتباهی کرده. چون شوهر سابقش فراریه، دادگاه حکم طلاق غیابی داده. خب، یعنی میتونه ازدواج کنه؟ اگه قبول کنه چرا که نه؟ مشکل منم دقیقا همینجاست. دولت داره میگه مشکلی نیست، برین ازدواج کنین، اما دختره... امروزم فرصت خوبیه. آره، شما هم دعا کنین. هرچی باشه آدم خوبی هستین، دعاتون مستجاب. البته. میشه. خیلی ازتون ممنونم. با اجازه. سلامت. به چی فکر میکنی؟
هیچی. فکر کنم تابمون به یه تعمیر اساسی احتیاج داره. اول اونو درست میکنم، بعدش این درخت ها خیلی وقت هرس نشدن، با گوچلو باید ردیفش کنیم. بعدش برجو میاد، بساط کبابو جور میکنیم، میشینیم با هم گپ میزنیم. واقعا خوب شده. من هر جایی میتونم با تو زندگی کنم، اما اینجا محشره. فقط تو میتونستی همچین کار قشنگی بکنی. سعی کردیم یه مقدار مرتبش کنیم، اما کم و کسرش زیاده. یه اتاقش هم خالیه، گفتم با هم برش تصمیم بگیریم. اونجا اتاق من بود. همینجوری بمونه؟ منظورت چی؟ میگم که میخوای اتاق بچه‌مون اونجا باشه؟ ردیف شو؟ داداش، اینجا پر از زوجای خوشبخته. به خدا دلم گرفت. خدا رو شکر زود تموم شد. شما هم زود بیاین دیگه. مریم سورپرایزشو نشون داد. میبینم که با هم همدست شدین. چطور شده؟ دیوار رو من رنگ کردم، بقیش هم مریم انجام. خیلی قشنگه، دست در نکن. فقط یکم ترسیدم، حتی روحم هم خبردار نشد. مریم چون رازنگهدار خوبیه عادت داشت، اما برای من سخت بود. حالا هرچی، اینجا خیلی شلوغه، زودتر بلند شیم بیاین دیگه. باشه، میبینمت. پاشو بریم. کجا؟ قرار نیست که فقط تو سورپرایزم کنی، منم یه سورپرایز دارم. پاشو ببینم. باشه. یه بارم نگاه نکن، چقدر فضوله. ده ساعت از داریم بازجویی میکنه که با هم دیگه میخواین فرار کنین یا نه؟ نه. این چیه؟ ببینم کسی توراتو رو تعقیبت نکرد نه؟
یه بارم نگاه نکن، چقدر فضول ها. الان 10 ساعت از داریم بازجویی میکنه که با هم دیگه میخواین فرار کنین یا نه؟ نه. این چیه؟ ببینم کسی توراتون رو تعقیبت نکرد نه؟ گندت بزنم، گندت بزنم. بدش به من. نمیدم بهت. این پولای پسر خودمه. نمیدم. حرف گوش کن، شوخی نداره. نمیدم. اینا پولای پسر منه. نمیدم. گفتم بدش به من. نکنه فکر کردی چون سن و سالت بالا سلم نمیاد بهت شلیک کنه. من که با تو کاری نکردم. تو خبر داشتی که پسرت داداشمو کشته. تو چشام نگاه کردی و بهم دروغ گفتی تا پسرت راحت بتونه فرار کنه. بدش به من. ولش کن ببینم. بده. بیچاره شدم، نمیتونم فرار کنم. این چیه؟ همین براش مونده. آره احمق، ببین چطوری میخواد فرار کنه. دخترم، اوکتای تو رو خیلی دوست داره. باور کن راست میگم، باور کن. اوکتای جز خودش هیچ کس رو دوست نداره. ببین داداش تو خیلی اتفاقی کشته شد. باور کن عمدی نبوده. دخترم اون کیسه رو بدش به من. بدش به من. ولش کن. اونا پول پسر من دارن. بدش بل کن. ببینم نمیفهمی چی بهت میگم. بل کن. بدش تو اتفاقی نیفتاده. بل کن. بدم. فرار نکنه میفته دنبال مریم. اون بچه پول داره هم دست از سر پسر من بر نمیداره. ببین دخترم، اوکتای بدجوری عاشق مریم شده بیخیالش نمیشه. آخر سر ساباش به باد میره، البته اگه برات مهم باشه. آره که مهمه، خیلی هم مهمه. جز ساباش کسی رو ندارم. اگه مادرم هم بمیره دیگه هیچ کس رو ندارم. خب دارم همین رو بگم، به خاطر اون ببر، بگیر بده بهش. اونجوری دیگه پسرم دست از سر اون ساباش بر میداره. زود باش، برو دیگه، برو بودو. روشن کن بریم. زود باش، زود برو، وقت زیادی نداریم. عجله کن، عجله کن، عجله کن. تاکسی. شدی کلافی؟ هیچی، چیزی نیست. چرا هست؟ از که یه داری به گوشید نگاه میکنی؟ نه، فیلم بازی نکن ناس. منتظری ولنتاینو به تبریک بگه دیگه. هر تو پلو نگو، من دوست پسر ندارم. درسته، یکی دوست داری. اما ببین چی میگم، چون بابات فرار کرده دلیل نمیشه اون پسر نیاد سراغت. مطمئنم بالاخره میاد دنبالت، بغلت میکنه، از ته دل بوست میکنه.
من نمیخوام. اینا رو به من نگو دخترم، من که میدونم از خودتم هست. طوری مگه چی گفتم؟ تو فکر کردی من نمیفهمم؟ سنگ نمیزنه، میدونم. تاریخ خاصی مد نظرتونه؟ میشه زودتر؟ متوجه شدم، بذارین ببینم. اگه با وسط هفته مشکلی ندارین، پس فردا ساعت 2. نظرت چیه؟ خوبه؟ آره. باش، پس می نویسم. بله بفرمی. ثبت کردین؟ تمومه؟ بله، پس فردا ساعت 2 میتونین تشریف بیارین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بعدش من هر روز با بوی تو بیدار میشم، روی ماه تو میبینم، عمرم زیاد میشه. دیگه کنارم دلم تنگ نمیشه. آره، اگه بازم دل تنگم شی، حتی یه لحظه باشه خودمو نمیبخشم. منم نمیبخشم. پس قولی که صبح بهم دادی یادت نره باشه. دیگه هیچ وقت تنهام نذار. باش. چطور این اتفاق افتاد؟ تصادفی شد. چیزایی که گفتین رو براتون آوردم. خیلی ممنونم. چرا نرفتی بیمارستان؟ آخه دلم نمیخواست پلیس قاطی این ماجرا بشه. مربوط به یکی از پرونده هاته؟ نگرانم نکن. نه، چیز نگران کننده ای نیست. میشه بری تا من لباسمو عوض کنم؟ باش. داداش مبارکه. خب تاریخش معلومه؟ فردا نه پس فردا. به این زودی؟ بعضی آدم ها برای رسیدن به عشقشون و ازدواج یه مقدار عجله دارن. تیکه ننداز، امروز دعوا نداریم. وقت گرفتی؟ فقط تو رو خدا بگین زودتر از 3 ماه آینده است و نمیخوام بعد این کشم یه فیل شدم لباس مجلسی بپوشم. میدونی که وضعمون خرابه، نمیخوام باز لباس بخرم. خوشت اومد عزیزم، راستشو بگو، دوست نداری یکی دیگه بگیریم؟ معلومه که خوشم اومد، خیلی قشنگه. چقدر بهش میاد. معذرت بخوام، به خاطر این بارداری و هورمونا سر هر چیزی فوری احساساتی میشم. میگم چطور بعد انتخاب لباس عروسی برنامه برای شب بچینیم، اما همه باید بیان. خب تاریخ عقدتون کیه؟ پس فردا. یهو شوخی میکنی؟ چطوری آماده شی؟ فقط یه عقده. عقدم با شهد سارگوناست. بریم پیش خیاط، شاید سفارش نگیره اما حتما یه چیز قشنگ داره. چطوری؟ هل نکن، یه چیز قشنگ براش میگیره. کیه؟ وکیله، حتما راجب باباست. داداش چون نخواستم ناراحتشی نگفتم، اما دیگه باید بدونی برک بیلان مرده. چی؟
بعد اینکه آدرس رو فرستاد به قتل رسید. کار اوکتایه. مریم خیلی ناراحت میشه. خواهرم چی؟ من و برجو میخواستیم کم کم بگیم، اما نخواستم اول از دهن بلیز بشنوی. باشه، به مریم بعدم میگیم. اما ناز چی؟ میدونم خیلی سخته. ساواش. بلیز. خدا بیامرزه. خیلی ناراحت شدم. نمیخواستم اینطوری بشه. هر وقت اون آشغال بمیره عزاداری میکنم. دیگه دشمنمون یکیه. کمک کن کارو با هم تموم کنیم. چیزی میدونی؟ میدونم اوکتای کجاست. کجاست؟ نمیگم. با هم میریم. خودم میخوام بکشمش. باشه، آدرس تو بفرست، میام دنبالت. باشه. چی شده؟ چیزی نیست. از چرا قیافت اینجوری شده داداش؟ دارم میگم چیزی نیست کوچولو. داداش تو بعد این اتفاقا مریم رو ول نمی کنی بری؟ یه چیزی شده. منم میدونم ول نمی کنم. هر دفعه میگم این آخریه، به خاطر مریمه. دلم آروم نمیگیره. تا وقتی اون مردی که آزاده من نگرانم. بابای مریم، مادرمون، برک، اون پس فطرت تا الان چند نفر رو کشته ها؟ اما من از چشما دارم میخونم که دوست نداری بری. همش میگم این آخریه، اما بازم به یه نفر صدمه میزنه. آخر برکم کشت. خودت هم دیدی طرف روانیه، معلوم نیست چی کار میخواد بکنه. تو، بابام، تولی، ناز، برجو، همه در خطرن. به خاطر مریم باهاش رو در رو میشم، چاره ای ندارم. بلیز چرا زنگ زد؟ چیزی میدونه؟ میدونه الان اوکتای کجاست، میخواد به هم بگه. ای بابا، برای چی به تو میگه داداش؟ بره به پلیس بگه. فکر میکنی الان حوصله پلیس داره؟ باشه، نمیذارم تنها بری. آدرس اوکتای ازش میگیری، با هم میریم. باشه؟ باشه داداش. باشه، قبوله. بریم دیگه. من باید یه سر برم شرکت، برای شب یه برنامه بچینیم. باشه گوچلو؟ باشه. ما هم داریم میریم لباس عروس ببینیم. تو هم با همون بیا برجو. نه، باید برم سر کار. در عوض سورپرایز میشم. میگم یه ماشین جلوی در نگهبانی بده. نه گوچلو، شما رو میبره تام بزن. مراقبتونم هست، مگه نه گوچلو؟ میخوای با خودت بیام؟ یه وقت شرکت کمک لازمه. ما که نیازی نداریم. نجمی هم همراه شما میاد. نه، بهتره با شما بیاد. تو همراه بچه ها برو، من کمک نمیخوام. برین دیرتون نشی. خداحافظ. فعلا. خدا میبینمت. خداحافظ. چیه دو ساعت پچ پچ میکنین؟ چیز مهمی نیست. ساواش کجا رفت؟ گفت داره میره شرکت. من دیگه باید برم. خداحافظ. پول آوردی؟ بگیر، همش اینجاست. قبل از اینکه یه گنده دیگه بزنی گورتو گم کن برو. نه، مریم هم باید بیاد اینجا. من بدون اون فرار نمی کنم. چرند ندو. تو داری چرند میگی. اگه مریم نباشه پس این کارو برای چیه ها؟ تو دیوونه شدی. تو کارتو کردی، بقیهش با خودمه. هرچند اینکه الان تو این وضعیتم یه مقدارم تقصیر توه، اما میبخشمت. فرار کن، خودتو نجات بده. چیه؟ نکنه بعدش تو میخوای بیای پیشم؟ ای کاش این که میگی برو به خاطر خودم بود، اما تو فقط به فکر ساواشی. راستی دلت میخواد بدو بدو بری به ساواش بگی من کجام؟ این دفعه آزاده. فقط
فقط میخوام گوره تو از زندگیم گم کنی، همین. اما ساواش میاد دنبال من، نمیخوای منتظر بمونی؟ چی؟ باز تو چه نقشه ای کشیدی؟ بلیس بعد جوری زخمیه، هم دلش هم پاش، تو این وضعیت نمیتونه تنهایی کاری بکنه، فقط یه نفر داره، اونم ساواشه. بلیس ساواشو میکشونه اینجا، ساواشم مریمو میکشونه. بودو عجله کن بودو. دورین مامان، خدا رو شکر که میتونی صحبت کنی. الان اومدیم خونه. حالت کاملا خوبه؟ بستگی داره منظورت از خوب چی باشه. تو کجایی؟ کسی به هم چیزی نمیگه؟ من یه کار فوری برام پیش اومده مامان. باشه، اما حالم خوبه، نگران نباش، باید چیز کنم بعدش. از اوکتای فاصله بگیر. باشه، ساباش در خطره. دورین مامان، میرم پیش مریم، فقط بهش هشدار میدم. باشه، بهت قول میدم، اما اگه الان کاری نکنم تا آخر عمر عذاب وجدان میگیرم. باشه، پس بذار اد کمکت کنه. گوشی یا میدی بهش؟ دورین خانم، اد یه چیزی ازت میخواستم. هنوزم گوشی مریم رو تعقیب میکنی؟ بله خانم. خوبه، آدرسشو برام بفرست. باشه، فورا. چشم خانم، میفرستم. من الان میام. خسته نباشین، شما وایسین میگم چایی بیارم. باشه، فعلا. مریم میگم داداشم گفت نمیخواد، اما خیال من راحت نیست، یه سر برم پیشه. برو، اون همیشه بهت نیاز داره. گوچلو خیلی ممنونم، اگه تو نبودی یعنی ما به لطف تو ازدواج میکنیم. نه بابا. چرا، همینطوره. برای همین یه خواهشی ازت دارم، میشه شاهد عقدم باشی؟ نکنی ساواش زودتر بهت گفتی؟ نه نه، تو اول گفتی. خب قبوله. پس فردا سر میز عقد میشینین، منم شهادت میدم. ممنون که هستی. همچنین. مراقب خودتون باشی. باشه، به کارت برس. چی بهت بگم داداش؟ بفرمایید. ساواش نرفته شرکت، باز دارین یه کاری میکنی. چه ربطی داره؟ عقد داداشته، اونم با مریم. ریختت چرا این شکلیه؟ بلیز زنگ زد، ظاهرن از اکتای خبر داره، میترسم ساواش بیفته تو درد سر. دیدی که منم پیچون. چیزی بدونه به خودم میگه، اینجوری نمیشه. میتاد، موقعیت ساواشو برام بفرست. بری. چیه؟
هنوزم دنبال گوچلویی؟ آره. ساباش چی؟ جدا شدم. خوبه. برجو؟ اینطور که تو سکوت کردی انگار هنوزم پیش گوچلوه، درسته؟ آره. چی از من میخوای؟ خب دیگه وقتش رسیده، تو باید گوچلو و برجو رو از من دور کنی. آدرس صادق رو به هم بده. حواست پرت میشه، اول کار من. پس من نیستم. باشه، یه ساعت دیگه صادق میره با آدرسی که میفرستم. بقیش با خودت. مدرک میخوان، فیلمشو برام بفرست. اینم قبوله. اما ببین، اگه گوچلو و برجو بیان اینجا، مجبور میشم دوباره اون شکو بهت وارد کنم. برجو میمیره. هرچی هم بشه به برجو دست نمیده. اینش به خودت بستگی داره. هر چقدر برجو جلو چشم خودت باشه، همونقدرم از من دوره. چی شده؟ تیر خوردم. کی شلیک کرد؟ اوکتان؟ چیز مهمی نیست، زیاد وقت نداریم، عجله کن بریم. از کجا میدونی اوکتای کجاست؟ نقشه فرارشو میدونم، قبلا میخواست منم قاطی این ماجرا بکنه. خوشم نمیاد با این وضع به نظام تو خطر. اینقدر جنتلمن نباش، دلم داره آتیش میگیره. تنها درمانم نابود کردن اوکتایه. به هم قول بده دخالت نمی کنی. نمیذارم تو انتقاممو بگیری. پس ساباش، چرا به هم زنگ زدی؟ چون حقت کشته شدنشو ببینی. تو برای اون منفورترین آدمی و ترسناکترین. حواستشو پرت میکنی. نمیشه. بنداز تو کمربندی. خوش اومدی. خب مریم جون، دوست داری برش لباسه چطوری باشه؟ راستش من از این چیزا سر در نمیارم. مدل ماهی پرنسسی بهت میاد، به خوشگلا همه چی میاد. برش ای؟ برش ای یکم ساده است اما شیکم هست. راستش من نمیخوام زیاد پرزرق و برق باشه. مریم جون، برای لباس عروس نباید بگی اینجوری نمیخوام اونجوری نمیخوام. باید بپوشی ببینی هر کدوم بهت میاد اونو میخری. اصلا معلوم نمیکنم. دقیقاً این بخت آزماییه. یه وقتایی یه چیز باشکوه میخوای اما ساده بهت میاد، یا یه چیز پرکار و دنبالی دار میخوای اما ساتن ساده بهت میاد. باید امتحان کنی. خب باشه، پس بدین امتحان کنم. بذار اینم ببینم. ارجو، فکر کنم من یه 20 مدلی پروف کنم. 32 مدل عزیزم، 32 مدل پروف کردی. از بچه‌ها بپرس همه یادشونه. آه، چهارشنبه سیاه، عجب روزی بودا. باورتون نمیشه. اما باید همه‌شون رو امتحان کنیم چون همش خیلی خوشگله. دقیقاً. اینجا یه مدل ماهی بود، بذار بدم اونم پروف کنی. آه، خیلی قشنگه، ببین. مریم باشه، بدین پروف کنم. اینم بپوش، بود دوباره. ببین پوشیدی صدامون کنی یا تا اون موقع ما بازم انتخاب میکنیم. باشه عزیزم. چشم. رفتن تو بزرگ را. باشه. داره چی کار میکنه؟ انگار دیوونه است. مرتی که تو من رو تعقیب میکنی؟ وایسا ببینم، نشونت میدم. خودشه، بذار رو بلنگو، یه بلایی سرت بیارم. چیه، دنبال درد سر میگردی؟ برجو، صد قولم هستم، نیم ساعت وقت داری، دنبالم بیای. حرف تو باور نمی کنم.
چی فرستاد؟ این کیه؟ چه قول و قراری گذاشتین؟ شما دارین چی کار میکنین ها؟ تو تعقیبش کن. گفتم چه قولی به داده؟ اون میدونه صادق کجاست. برو دنبال سواش، من همراه کان میرم. جانم گوچلو داداش، کان صادق رو پیدا کرده، برجو هم پیشه. برو دنبالش. چرا به من زنگ زدی؟ اینم بگم صحیح و سالم بیاین سر عقدا. این تویی که باید مراقب باشی، من خیلی نگرانتم. نگران نباش، چیزی نیست. داریم با بلیس حرف میزنیم، چیزی نشده، تو نگران نباش. اوکتایا که پیدا نکردی، بدون من نمیری. اگه بدونم که میگم. تو به کارت برس. مراقب خودتون باشی. باشه. تمومه بریم. چه قول و قراری با هم گذاشتین؟ انگار قبل فرستادن اون گلا با هم حرف زدین. بعدن بهت میگم. یعنی چی بعدن بهت میگم؟ فکر کردی من احمقم؟ همون موقع که ما رفتیم بیرون تو خونه تنها موندین و حرف زدین. آره؟ خب دیگه فهمیدی. آره میفهمم، اما فاز تو رو نمیفهمم. خودتو زخمی کردی، گذاشتی اون مرتیکه بره. آره درسته، سود باش. بریم. ای بخشک شانس، من از اول بهت گفتم اینجوری میشه. یا بزن بریم یا پیاده شو. تو پیاده میشی. بیا پایین. چرند نکو کوچلو. داری چی کار میکنی؟ یادشو ببینم. گوچلو اینجا تاکسی سوار نمیکنه. میخوای با ماشین کام برم؟ گوچلو من بیخیال نمیشم، این انتقام خودمه. انتقام توه، تو هم مال منی. چقدر بهت میاد، اینقدر نشستی رو تنت انگار برای خودت دوختنش. عزیزا خوشگلی، اما فکر کنم زیادی تو چشمه. به نظر منم با سلیقت نمیخونه. تازه من نمیتونم باهاش راه برم. مریم جون، عروسا راه نمیرن، لیز میخورن عزیزم. اینقدر بهش گیر نده دیگه، خودش باید تصمیم بگیره. تازه به نظرتون برام زیادی بلند نیست؟ ببین این بیشتر سبک توه. این خیلی قشنگه. آره اما عزیزم، من جای تو بودم دوست داشتم بیدرخشم. فقط یه عقده. دقیقا، ساده بهتر. با یه لباس ساده احساس میکنی راحت تری. من اینو امتحان کنم. باشه برو امتحان کن، بعدش صدا کن یکی دو مدل دیگه هم انتخاب کنی. باشه. برو عزیزم. بذار کمکت کنم. چقدر خوشگل شدی تولی. بابام میتونه بیاد؟ آخه برجو هم اونجاست. یه کاری میکنیم کسی نبینتش. میخوای به مریم بگی؟ اصلا حرفشم نزن. به تازه عروس چی بگم؟ میخوای بگم داریم از یه فراری محافظت میکنیم؟ آبرومون میره. نیست که تا الان خیلی آبرو داری کردیم. خب همینقدر بس دیگه. شش. لطفاً اون گوشیت هم دیگه بذار کنار، بیا برای مریم انتخاب کنیم لباس. روز ولنتاین برای زنداداشم لباس عروس انتخاب میکنم. اگه میشه اینقدر گیر نده. من برای اینکه اون اشغالو بکشم یک عمر صبر کردم. میفهمی چی میگم؟ میدونی وقتی تو نبودی همه چی چقدر آسون بود؟ میدونم. اگه تنها مشکلمون همینه، انتقام تو میگیرم. من بهت اجازه نمیدم. تو کی تونستی جرمو بگیری؟ این همه من از خودت روندی نشد. فکر کردی نمیدونم چرا سرتو زخم کردی؟ ابراز علاقت اینجوریه.
ربطی نداره. ربطی نداره تو، یعنی دقیقا داری درست میگی. احمقت یعنی عزیزم، برو یعنی دوستت دارم، بمون. مایی وجود ندارم یعنی نمیخوام ترکت کنم. این که میذاری اون مرتی که محکم بکوبه تو سرت یعنی مثل دیوونه دوستت دارم. من دیگه تو رو خوب میشناسم. از زندگی من گم شو بیرون، دست از سرم بردار، ازت متنفرم. منم دوستت دارم. آخرین باری که ولت میکنم باشه، میرم اون صادقو میکشم، بعد میام پیش تسلیم میشم. اون حلقه خیلی انتظاراتو کشید، تو هم صبر کن، مجازات میشم. بعد اون حلقه رو میکنم دستت و تا ابدم در نمیاد. باشه؟ برجو نمیاد، من به جاش میام. گوشلو کان، بذارش کنار. تو به هم قول دادی منو میبری پیش صادق. باشه، با هم میریم گوشلو خان. من پایم، ببینیم کی زنده میمونه. گوشلو، گوشلو. وای، این یکی از همه قشنگ تر شد. لازم نیست دست بخوره، انگار برای تو دوخته شده. میشه ازم یه عکس بندازین؟ البته، برای آقای داماد که نمیفرستین. نه نمیفرستم، برای یکی از دوستام تو آلمانه. دارم میگیرم. گرفتم. لطف کردین، واقعا ممنونم. خیلی ترسیدم دو روز آماده نشه. میشه زیپ لباسو باز کنی؟ دوری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اگه واقعا میخوای اون لباس عروسی رو بپوشی عجله کن، با من بیا. باز چه خبره؟ ساباش رفت دنبال اوکتای. تو از کجا میدونی؟ از پیش اوکتای دارم میام. تو دیگه چه خائنی هستی؟ انتظار داری حرفتو باور کنم؟ پس بگو ببینم الان ساباش کجاست؟ زمان زیادی نداری. بس دیگه، نمیخوام بیشتر از این به دروغات گوش کنم. گورتو گم کن. شاید ساباش به خاطر تو بمیره. میشه بیا این زیپمو باز کنی؟ مریم، برجو، ساواش و گوچلو گوشی و پر نمیدارن. دورین اومد گفت ساواش داره میره دنبال اوکتای. قضیه چیه؟ تو سعی کن آروم باشی. چطوری آروم باشم؟ یعنی حرفاش راسته؟ ای مزخرف، چقدر بد موقع. برجو گوش کن مریم، من بهت خبر میدم. باشه، تو الان کجایی؟ زود باش بریم. چرا نگاه میکنی؟ را بیفت. من برم یه سر بیش بزنم. آره، چرا اینقدر طول کشی؟ از نگرانی مردم. مریم رفت. چی؟
کجا رفت؟ راستش لباسو پسند کرد، گفت بدمش به شما، بعدشم رفت. کجا رفت؟ یعنی چی رفت؟ چیزی نگفت؟ دورین اومد با همدیگه رفتن بیرون. نمیدونم بد شد یا نه، اما اینقدر مضطرب بود نتونستم ازش چیزی بپرسم. آخه دورین اینجا چی کار میکرد؟ خدا به خیر کنه، یه روزمونم به خوشی نمیگذره، هر روز یه مشکل. حالا به داداشم چی بگیم؟ نمیدونم، ما هم زودتر بریم. بلیس اینجوری نرو. اگه میای بیا، اگرم نه دخالت نکن. بلیس اسلحتو بده من. چی کار میکنی؟ بدش به من. این راهش نیست. بلیس چی کار میخوای بکنی؟ به خاطر این میخوای بری زندان؟ آره میخوام برم زندان. یا میمیرم یا میافتم زندان. مگه کی برام مونده؟ من برای کی زندگی کنم؟ بدش به من. ول کن ساواش. جان ول کن ساواش. ول کن ساواش. بشین تو ماشین. چی کار میکنی ساواش؟ ساواش 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 باز کن، باز کن. پیدات کردم بی شرف، ته خطه، تموم شد. اشغال حرف بزن، زود باش. اوکتای کجاست؟ جواب بده. میدونستم امروز میای منو ببینی. بهت گفته بودم نباید به داداشم دست بزنی. خودش تو کارم دخالت کرد، براش خواهری میکردی نمیذاشتی بیاد دنبالم. این پا تو کی زخمی کرده؟ رفتی پیش مادر من؟ اصلاً گذاشتی رو سر مادرم؟ امروز اینجا یا من میمیرم یا تو، دیگه هیچی برام اهمیت نداره. چه دیدی حرفتو گوش نکنم ها؟ چرا قایم شده؟ حرف بزن، کجاست؟ چرا لال شدی؟ حرف بزن، به چی میخندی؟ حرف بزن. همه این نوچه هاشم روانی هست. اوکتای کجاست؟ جواب بده. اینجام بابا. گوشون بر. میگم نکنه تو بهم حسودی میکنی، به دوست دختره سابقم نزدیک میشی. اسلحتو بنداز. ساواش اسلحتو ننداز، کارشو تموم کن لطفا ساواش. گفتم اسلحتو بنداز زمین. بیا جمعه. ببین جنتلمن بودن و احمق بودن یه مرز باریکه، میدونستی سالون کوچولو و تو همیشه سر این مرز باریک میبازی. مطمئنی؟ اما من فکر نمی کنم بازنده باشم.